خب در این جلسه در مورد سیستم عصبی صحبت خواهیم کرد. سیستم عصبی در حقیقت سیستمی هستش که کنترل حرکات ما رو و همچنین ارتباط ما با محیط بیرون رو برقرار میکنه، ساختارهای درونی رو کنترل میکنه. دو تا سیستم کنترلی ما در بدنمون داریم، یکی سیستم قدرت درون ریز هست و یکی سیستم عصبی، که این دو سیستم هم با هم دیگه ارتباط دارن و کنترل کننده رفتارهای ما، حرکات ما و همچنین عملکرد ما و ارتباط ما با محیط بیرون هستن. از نظر ساختاری در حقیقت ما میتونیم یه دو تقسیم بندی رو برای سیستم عصبی داشته باشیم. یک تقسیم بندی آناتومیک هستش که بر مبنای تقسیم بندی آناتومیک ما میگیم سیستم عصبی شامل دو بخش هستش. سیستم عصبی مرکزی یا CNS که شامل مغز و نخاع هست، در اینجا مشاهده میکنید که با رنگ آبی دیده میشه، رنگ آبی مایل به سبز دیده میشه. این در حقیقت نخاع و مغز هستش که میشه CNS یا سنترال نروس سیستم. و بخش بعدی PNS یا پریفرال نروس سیستم هست که شامل 12 جفت عصب کرانیال هست و 31 جفت عصب نخاعی هستند که اینا رو مجموعا بهشون میگیم PNS یا پریفرال نروس سیستم. اما از نظر فانکشنال ما دو بخش رو داریم در سیستم عصبی. یک سیستم عصبی سوماتیک یا پیکری هستش که پیام ها رو از بیرون میگیره و ارتباط برقرار میکنه و در حقیقت خودآگاه و ارادی در حقیقت ما پاسخی رو ایجاد میکنیم. اما بخش اتونومیک سیستم عصبی بخشی هستش که خودمختاره و در حقیقت خودش بدون اینکه ما در جریان قرار بگیریم گاهی اوقات واکنش ها رو و پاسخ هایی به محرک ها رو انجام میده. ملاحظه کنید اینجا یه آدمی که داره میخنده، شما ملاحظه میکنید، حالا یک شیری رو میبینه، ببینید چقدر تغییر میکنه. یه دفعه اون آدم خندان تبدیل میشه به یه آدمی که خیلی نگران هست و در حقیقت ناراحت هستش. اما سیستم اتونوم شامل دو بخشی، یک سیستم سمپاتیک و یک سیستم پاراسمپاتیک، این دوتا با هم دیگه کار میکنن و از نظر فانکشنال این دوتا در حقیقت کنترل کننده فانکشن ما هستن. یعنی بعضی از فعالیت ها رو ملاحظه میکنید که سیستم سمپاتیک باعث افزایششون میشه، سیستم پاراسمپاتیک باعث کاهششون میشه، یا بالعکس در بعضی فعالیت ها سیستم پاراسمپاتیک فعال میکنه و سیستم سمپاتیک اونها رو کم میکنه. مثلا فرض بفرمایید که در ترشح بزاق سیستم سمپاتیک اگه تحریک بشه بزاق کم ترشح میشه، در حالی که سیستم پاراسمپاتیک باعث افزایش ترشح بزاق میشه. و یا مثلا فرض بفرمایید که در مورد مردمک چشم ملاحظه میکنید که سیستم پاراسمپاتیک باعث تنگ شدن مردمک میشه، سیستم سمپاتیک باعث گشاد شدن مردمک میشه. و میبینیم که این دوتا در حقیقت با همدیگه کار میکنن، نه اینکه این پاراسمپاتیک به معنی مقابل یا مخالف سمپاتیک باشه، بلکه این پارا به معنی مجاور. این دوتا سیستم مجاور هم هستن که با هم دارن کار میکنن. اما در سیستم عصبی ما دو دسته سلول وجود داره که از نظر حجمی که در سیستم عصبی اشغال میکنن اینا حجم برابری رو اشغال میکنن. یعنی 50% حجم بافت عصبی ما نورون ها هستن یا سلول های عصبی هستن و 50% سلول های گلیال هستن و سلول های نوروگلیال هستن. اما از نظر تعداد سلولای گلیال 5 تا 10 برابر تعداد نورون های سلولای عصبی هستند و این سلولای عصبی سلولای بسیار مهمی هستند که دارای جسم سلولی هستند، دارای دندریت ها و یک آکسون هستند که مشاهده میکنید. ما از نظر ساختاری وقتی نگاه میکنیم نورون ها رو به 4 گروه میتونیم تقسیم بکنیم. نورون هایی که دارای دندریت های کوتاه و منشعب فراوانه و یک آکسون دارن و یک جسم سلولی که مشاهده میکنید چند وجهی هستش، به اینا میگیم مالتیپولار. نورون هایی که جسم سلولیشون دوکی شکله، یک آکسون دارن و یک دندریت دارن که مشاهده میکنید در دو طرف این سلول قرار گرفته، به اینا میگیم سلول های بایپولار یا دو قطبی، که در مخاط بویایی در شبکیه چشم و در گانگلیون های اعصاب زوج 8، عصب زوج 8 یعنی گانگلیون های وستیبولار و کوکلئار، ما میتونیم این نوع نورون های بایپولار رو مشاهده بکنیم. اما نورون های دیگر نورون های سود و یونیپولار یا یک قطبی کاذب و یک جسم سلولی کروی دارن، یک زائده خارج میشه، این زائده مثل تی منشعب میشه. هر دو زائده ساختار آکسون دارن، اما یکی مثل دندریت عمل میکنه، یکی مثل آکسون عمل میکنه. مثلا در گانگلیون پشتی نخاع در DRG ما از این نوع نورون ها رو میتونیم ببینیم و همچنین در هسته مزانسفالی که عصب تریجیبینال هم این نوع نورون ها رو میشه دید. اما نورون های دیگری که خیلی کم هستن و در شبکیه چشم به عنوان سلولای آماکرین میشناسیمشون، سلولایی هستن که بهشون میگن آناکسونیک. نورون هایی که آناکسونیک هستن یعنی آکسون ندارن. همین زائده هایی که میبینید، زوایدی که میبینید، اینا دندریت هستن. عمده نورون هایی که در سیستم عصبی ما هستن از نوع مالتیپولار یا چند قطبی هستن. خب از نظر
انواع نورون ها از نظر فانکشن نورون ها ما میتونیم نورون ها رو به سه گروه تقسیم بکنیم. نورون های حرکتی یا موتور که در حقیقت پیام رو از CNS به عضلات یا اعضای عمل کننده انتقال میدن. نورون هایی که سنسوری هن، حسی هن، یعنی پیام ها رو میگیرن از محیط و به CNS انتقال میدن، و اینترنورون هایی که در داخل CNS بین خود بخش های مختلف CNS ارتباط برقرار میکنن. عمده نورون هایی که در سیستم عصبی ما هستن از این نوع هستن، یعنی اینترنورون ها هستن. محلی که سلول ها با همدیگه تماس پیدا میکنن رو اصطلاحا بهش میگیم سیناپس. یعنی نورون ها وقتی جایی که به همدیگه متصل میشن با هم تماس پیدا میکنن تحت عنوان سیناپس میشناسیم. سیناپس ها میتونن انواع مختلفی داشته باشن. مثلا سیناپس های آکسوسوماتیک، یعنی آکسون یک سلول یک نورون بیاد با تنه یک نورون دیگر سیناپس بشه. این مدل آکسوسوماتیک هست که اینجا میبینید. آکسو دندریتیک که آکسون میاد با یه دندریت در حقیقت سیناپس میشه. آکسو آکسونیکی، آکسون میاد با یه آکسون دیگر سیناپس برقرار میکنه. و دو نوع خیلی خیلی نادرش دندرو دندریتیک و سوماتو سوماتیک هستن که اینها نورون در حقیقت سیناپس های شیمیایی هستن. سیناپس های دیگری هم داریم که سیناپس های الکتریکی هستن، از طریق گپ جانکشن سلول ها با هم دیگه میتونن یونها رو مبادله بکنن و به سرعت میتونن پیام رو انتقال بدن. در دوره رویانی وقتی که نورون ها میخوان با همدیگه سیناپس برقرار کنن، میبینید که آکسون رشد میکنه و به نورون های دیگری برخورد میکنه. حالا در اینجا یه پدیده به نام نیبلینگ اتفاق میفته و سلول ها باید انتخاب بکنن با کدوم نورون ها سیناپس برقرار بکنن و با کدوم ها برقرار نکنن. مثلا در اینجا به صورت شماتیک ما گفتیم که با نورون های گاباارژیک سیناپس برقرار نمی کنن، با گلوتاماتارژیک میتونن سیناپس برقرار بکنن، که یک نمونه ای از در حقیقت کاری که در دوره رویانی و در بعد از تولد هم حتی اتفاق میفته که نورون ها با همدیگه سیناپس برقرار میکنن. خب در اینجا یک سیناپس رو مشاهده میکنه که در محل سیناپس میبینی که انتهای پیش سیناپسی که وزیکول های سیناپسی رو داره، میبینی که با پیام عصبی که به انتهای سیناپسی میرسه به بخش پیش سیناپسی میرسه، میبینی که این نوروترانسمیترها رو آزاد میکنه. نوروترانسمیترها در فضای سیناپسی آزاد میشن و بعد به گیرنده های مربوط به خودشون در قشای پس سیناپسی میرسن. وقتی این اتفاق میفته میبینید که در حقیقت کانال های سدیم باز میشه و سلول بعدی تحریک میشه. این نو سیناپس میشه یک سیناپس تحریکی. اگر نگاه بکنیم در اینجا یک سیناپس تحریکی رو میبینیم با همون مدلی که در اسلاید قبلی دیدیم، که ببینید کانال های سدیم باز شده و در حقیقت سلول بعدی تحریک شده. در اینجا یک سیناپس مهاری رو میبینیم. وقتی نوروترانسمیترها آزاد میشن، ملاحظه میکنید به جای یون سدیم یون کلور وارد میشه و این سیناپس سیناپس مهاری هستش و اجازه نمیده که سلول بعدی تحریک بشه. خب همونطور که گفتم سلول گلیال میتونن در CNS باشن یا در PNS باشن، و سلول گلیال در CNS شامل آستروسایت ها، اولیگودندروسایت ها، میکروگلیا، سلول اپاندمی هستن، و در PNS سلول اقماری و سلول شوان هستن. در اینجا یک آکسون رو مشاهده کردید که یک سلول شوان داره دور این آکسون میچرخه و لایه های قشاع سلول شوان رو مشاهده میکنید که با همدیگه تشکیل غلاف میلین رو میدن. مشاهده میکنید در این چرخشی که اتفاق میفته هسته و بخش از سیتوپلاسم سلول شوان به یک گوشه رونده شده. این یک آکسونه، این یک سلول شوان هست و این هم هسته سلول شوانی که میبینید بعد از چرخشی که اتفاق میفته قشاع سلول شوان که 80% لیپیده و 20% پروتئین هستش در حقیقت تشکیل غلاف میلین رو میده. آستروسایت ها سلول هایی هستن که کارشون پشتیبانی است، فضاهای خالی رو میتونن پر کنن، یعنی میتونن تقسیم بشن، سلول های در حقیقت قابل تقسیمی هستن که گلیوز ایجاد بکنن و میتونن در انتقال یون ها و در تنظیم یونی در بافت عصبی نقش داشته باشن و در تغذیه نورون ها میتونن نقش داشته باشن. در ایجاد بلاد برین بریر یا سد خونی مغزی آستروسایت ها نقش دارن. اما اولیگودندروسایت ها در CNS کارشون ساختن غلاف میلین در CNS هستش. پس ساختن غلاف میلین در CNS به عهده اولیگودندروسایت هاست و در PNS به عهده سلولای شوان هستش. سلول میکروگلیا سلول های در حقیقت مشابه سلول های ماکروفاژ هستن، مشابه سلول هایی هستن که خاصیت بیگانه خاری دارن و این سلول عمل بیگانه خاری رو در سیستم عصبی مرکزی ما انجام میدن. اما سلول دسته چهارم سلول اپاندمی هستند. سلول اپاندمی سلول مکعبی شکل هستند که حفرات یا بطنهای مغزی رو به کانال مرکزی نخاع رو مفروش کردن و شبیه به یک اپیتلیوم هن. اما تفاوتش با اپیتلیوم اینه که اینا اون تیغه پایی یا بیسال لامینا رو ندارن.
خب اما از نظر ساختاری اگر ما بخوایم از پایین سیستم عصبی مرکزی یعنی نخاع شروع کنیم و بیایم به سمت بالا، نخاع از فورامن مگنوم در استخوان پس سری شروع میشه و تا کنار تحتانی اولین مهره کمری یا دیسک بین الیوکو L2 یا کنار فوقانی L2 کشیده میشه. نخاع دارای سگمان های متعددی است. نخاع دارای 8 سگمان سرویکال یا گردنی است، 12 سگمان سینه ای داره، 5 سگمان لومبار، 5 سگمان ساکشال و 1 سگمان کوکسیجال داره. یعنی عملاً 31 سگمان داره که از هر سگمان نخاع یک ثقب عصب نخاعی خارج میشه که در اینجا مشاهده میکنید این ساختار نخاع هست. ملاحظه میکنید در دو سوم فوقانی کانال مهره ای قرار گرفته، انتهای تحتانیش که بهش میگیم کنوس مدولاری است در مقابل کنار تحتانی L1 یا دیسک بین L1 و L2 قرار گرفته و اینم مقطع عرضی هستش که از نخاع زده شده. ماده خاکستری رو در وسط ببینید و ماده سفید رو در اطراف ببینید که ماده خاکستری داره شاخه قدامی، شاخه خلفی و در واقع ستون خاکستری بینابینی است و ماده سفید هم در هر نیمه شامل تناب خلفی، تناب خارجی و تناب قدامی است که ماده سفید پر از رشته های میلین داری است که به صورت صعودی یا نزولی در نخاع دارن طی مسیر میکنن. خب در اینجا مشاهده میکنید که ستون مهره‌ای رو میبینید، دیسکای بین مهره‌ای رو میبینید که دیسکای بین مهره‌ای 1/4 طول ستون مهره‌ای رو تشکیل دادن و اینجا پرده هایی که دوره نخاع هست یعنی پرده های مننج رو میبینید که یک لایه در حقیقت دورامتر یا سخت شامه است، یک لایه آراکنوید یا عنکبوتی است و یک لایه پیامتر یا نرم شامه که نرم شامه رو سطح خود نخاع چسبیده. اما نکته‌ای که اینجا وجود داره این هستش که بین دورامتر در اطراف نخاع و کانال مهره فاصله ای هست به نام اپیدورال اسپیس، یعنی دورامتر یا سخت شامه در اطراف نخاع به استخوان های مهره ها نچسبیده. خب در این تصویر اگر نگاه بکنید یک عصب حسی رو مشاهده میکنید که در گانگلیون پشتی نخاع در DRG نورون های سودو یونیپولار قرار گرفتن و پیام رو از شاخ خلفی منتقل میکنه به شاخ قدامی که نورون های حرکتی قرار گرفتن و این ریشه قدامی عصب نخاعی میتونه تو عصب نخاعی بیاد به یک عضله یا عضو عمل کننده برسه. بنابراین هر عصب نخاعی دارای یک ریشه قدامی یا حرکتی است، یک ریشه خلفی یا حسی هستش که در اینجا مشاهده. خب اما مغز خودش بخش‌های مختلفی داره. پایین ترین بخش مغز برین استم هستش. برین استم شامل سه بخشه، شامل مدولا یا بصل و نخاع هست، پل مغزی یا پونز یا پل وارول و مغز میانی یا مید برین هستش که از پایین در حقیقت به نخاع متصل بصل و نخاع و در بالا هم مید برین اتصال داره به دیانسفال. بنابراین یک رابطی هست و میتونه قسمت‌های مختلف با هم دیگه مرتبط بکنه. اما نکته مهم در مورد برین استم یا ساقه مغزی اینه که ساختارهایی در اینجا قرار گرفتن و نواحی قرار گرفتن که با حیات انسان در حقیقت در ارتباط هستند.